بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فأوض بالله من الشيطان الرجيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء صدق الله العظيم برادران محترم وخوهران جرامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امیدوار هستم که لحظات خوبی از زندگی را داشته باشین و صحت و سلامت باشین باز هم در خدمت شما قرار دارم و درس سوم در رابطه با انواع نفس که این نفسی که ما به معنای خود انسان گفتیم و در وجود ما هست امی مراحل مختلف خود داره در پرتو قرآن علما ایره به سه نوع تقسیم کردن نفس اماره بسو نفس لوامه و نفس مطمئنه نفس اماره بسو به اون نفسی گفته می شود که دوامدار صاحبش را به فساد به شر به فحشا به منکرات امر می کند و خیر را به هیچ کس دوست نمی دارد لا يحب الخير لأحد امشى شا... إي نفس صاحب شا بفساط, بمنكرات بطغيان بسركشي دعوت مكنا إي نفس نفس أمار نفس اللوامة دوم ناو نفس نفس اللواما قرآن الكريم بهو قسم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة یعنی به روز قیامت قسم است و به نفس سرزنشگر قسم است لوامه نفس سرزنشگر نفس سرزنشگر نفس مسلمان است مسلمان یک کار خطا از پیش سر میزنه بعدا خدا ملامت میکنه خدا سرزنش میکنه و خدا توبیخ میکنه که چرا این کار کردی مثلا یک بار در جمله گاپایش دروغ میگه بدتر باز خدا سرزنش میگه چرا دروغ گفتی یا در یک مجلس غیبت یک مسلمانه که میکنه بدتر باز خدا سرزنش میکنه چرا غیبت کردی؟ یا در یک جا چشمش به یک نامحرم به نظر نادرست میوفته و نظر نادرست میبینه بدتر خدا ملامت میکنه چرا این کار کردی؟ یا در قلبش یک حسد و کینه نسبت به یک انسان تیر میشه و حسد میکنه بعد خدا ملامت میکنه چرا این کار میکنه؟ چرا حسد میکنه؟ یا مثلا در یک کسی با یک کسی مثلا روبرو میشه جدال میکنه او را فحش میگه و را تن میزنه او را لعن میزنه بعد خودم علامت میکنه چرا این کار کرد؟ در مجموع نفس لوامه یک مرحله از نفس است که مسلمان ها در این مرحله قرار دارن مسلمان که واقعی هستند یک گناه که از پیشتان سر بزنه دوباره و دوباره به سوی پروردگار بر میگردن و طلب مغفرت از خداوند میکنن و خداوند بخشنده و مهربان میفن این مرحله مرحله نفس لوامه هست نفس سیوم نفس مطمئنه است نفس مطمئنه او نفسی است که دوامدار صاحبش را به خیر دعوت میکنه و دوامدار از پیشش خیر صادر میشه و یحب الخیر لکل الناس و خیر را برای تمام مردم دوست میداره خوشحال میشه که به یک مسلمان خیر برسه او خیر اگر مادی باشه و اگر معنوی باشه به یک مسلمان از یک مجرا خوشحالی رسید خوشحال میشه اگر به از یک مجرا به یک مسلمان غم مصیبت رسید غمگین میشه به شادمانی یک مسلمان شادمان میشه به غمگینی و اندوه یک مسلمان غمگین میشه این نفس نفس مطمئن است و انبیاء الهی صحابه اکثرا انبیا نفس کل نفسشان نفس مطمئنه بود و همیشه اونها خودشان خیر داشتن و خیر را به جامعه میخواستن و خیر را به تمام انسانیت اونا طلب میکردن یحب الخیر لکل الناس ای یکی از تعریف های نفس مطمئنه ام است بنابراین قسم سیوم نفس نفس مطمئن است که امین نفس باز پروردگار در روز وقتی که او را قبض روح بکنه توسط ملک برش کتاب میکنه یا ایت هن نفس مطمئن ارجع الى ربی که راضیت مردیه فدخولی فی عبادی ودخولی جنتی ای نفس مطمئنه بیا بر بگرد بسوی پروردگارت که پروردگار از تو راضی است و تو از او راضی استی بیا در زمره و جمله بنده صالح من شد این نفس مطمئنه است این نفس بود نفس بود ان شاء الله در بعدی موضوع دیگر در این زمینه خدمت شما شریف خاط ساختم و اکتفا میکنم کنم اقول قولی ها استغفر الله لی و لکم و لسایر المسلمین و جزاکم الله خیرا